به همیاری با آسیب دیدگان. گسترش جنبش دادخواهی قتل عام 67. اظهارات هراس‌آلود آخوندهای حکومتی. برخی در پشت تریبون‌های ملی اعدام مجاهدین را زیر سوال بردند. استکبار در پاریس برای آنها میتینگ را انداخته و در صدد تطهیر مجاهدین هستند. رئیس جمهور آمریکا: عدم تبعیت رژیم آخوندی از روح توافق اتمی قطعی است. Well, we have some pretty strong opinions, but I would say that they are certainly not abiding by the spirit of the agreement, and I'd go for, you know, really a further step, but I would say that the spirit of the agreement Iran is not abiding by, absolutely. هشدار جان بولتون نسبت به همکاری رژیم و کره شمالی و خطر انتقال فناوری موشکی و اتمی کره شمالی به حاکمیت آخوندی. استمرار بحران رژیم پس از نمایش تحلیف روحانی و حملات باند خامنه‌ای به باند رقیب بر سر فضیحت صف کشیدن برای گرفتن عکس سلفی با موگرینی. ما به چه مناسبت اینقدر اینا رو بخواییم بزرگشون بکنیم و سردست بشنی برای اینکه باشون ازشون عکس بگیریم؟ حراس سپاه پاسداران از بازرسی مراکز نظامی رژیم. روزنامه سپاه: نقطه هدف در طرح بازرسی از مراکز نظامی از سوی آمریکایی‌ها زمین سازی برای خروج آنان از برجام با هزینه نظام است. We'll be right back.
هراس فزاینده رژیم ولایت فقیه از گسترش جنبش دادخواهی قتل عام 67 و گرده همایی بزرگ مقاومت در پاریس. در ادامه ابراز وحشت‌های رژیم از اوجگیری جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 با حکم خمینی، مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی هراس نظام آخوندی را از فراگیر شدن شعار نجلاد نشیاد و شقه و بحران درونی رژیم برملا می کنند. آخوند مجتبی ذوالنور نماینده مجلس ارتجاء در سخنرانی خود در نمایش جمعه قم ضمن اشاره تلویحی به اعتراف به 38 سال اعدام و زندان و بحران درونی رژیم بر سر حکم خمینی برای قتل عام مجاهدین و اعتراض منتظری گفت: برخی از پشت تریبون‌های ملی اعدام مجاهدین را زیر سوال بردند، اما آنها به حکم شرع اعدام شدند. آخوند محمدی عراقی عضو خبرگان ارتجاع نیز در جلسه‌ای که در کرمانشاه علیه مجاهدین برگزار شده بود در اظهارات هراس‌آلودی گفت: امروز دنیای استکبار در صدد تطهیر مجاهدین است و در پاریس برای آنها میتینگ را انداخته و سردمداران استکبار در آن شرکت می‌کنند. آخوند عسکری گرداننده ارگان موسوم به بنیاد شهید استان کرمانشاه نیز در وحشت از گسترش جنبش دادخواهی به عوامل رژیم هشدار داد و با تکرار حرف خامنه‌ای گفت: مبادا آن خاطرات تلخ فراموش شود و جای شهید و جلاد عوض شود. یک رسانه حکومتی دیگر ضمن بیان حسرت رژیم از برکناری تحمیلی آخوند دشقیم مصطفی پور محمدی عضو هیئت مرگ در قتل عام 67 و آخوند مجید انصاری از مهرهای خمینی در قتل عام زندانیان سیاسی آنان را شبیه آخوند روحانی معرفی کرد و نسبت به کنار گذاشته شدن آنها از کابینه آخوند روحانی در اثر بالا گرفتن جنبش دادخواهی سوز و گداز کرد. این رسانه حکومتی نوشت: تقدیر از مردانی شبیه روحانی. از جمله شخصیت‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیت‌های گوناگونی به انجام وظایف خیش اقدام کردند، مجید انصاری معاون رئیس جمهور در دولت 11 و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت 11 بودند. یک رسانه حکومتی پیش از این به تأثیرات جنبش دادخواهی قتل عام 67 در تحمیل برکناری آخوند دشخیم مصطفی پور محمدی به روحانی اذعان کرده و نوشته بود: به اجبار رانده شدن وزیر دادگستری از چالش‌های روحانی پیش از انتخابات است. پس از بالا گرفتن کارزار دادخواهی خون شهیدان قتل عام 67، آخوند جلاد پور محمدی ناگزیر به اعتراف صریح شده و گفته بود به ارتکاب این جنایت علیه بشریت افتخار می‌کند. درباره اعتراف ناگزیر این آخوند جلاد، رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پیامی به تظاهرات هموطنانمان در آلمان گفت: و حرف وزیر دادگستری دولت روحانی دشخیم پور محمدی این است که ما افتخار می‌کنیم دستور خدا را درباره منافقین اجرا کردیم. پس خوشا پایداری مجاهدین، خوشا ایستادگی مردم ایران، زیرا آخوندها را به چنان ذلتی کشانده اند که به زبان خود می گویند افتخارشان کشدار و خونریزی است. اما مردم ما در این اعتراف ننگین آغاز فرو ریختن نظام ولایت فقیه را می بینند و چنین خواهد شد. با سلام به شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، ادامه اخبار و گزارش های این سطر را با آگاهیتان می رسانیم. شمار قربانیان سیل در شمال و شمال غرب کشور به 12 تن رسید. 2 تن نیز مفقود هستند. به دنبال بارش شدید باران در استانهای گلستان، گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان و جاری شدن سیل، متاسفانه 7 تن از هموطنانمان در خراسان رضوی، 4 نفر در استان گلستان و 1 تن در خراسان شمالی جان خود را از دست دادند. همچنین 2 تن در روستاهای شیرین‌آباد، علی‌آباد، کتول مفقود شدند.
سیلاب در 5 استان کشور خساراتی را به تأسیسات و جاده‌های مواصلاتی وارد کرده است. از جمله در شیروان در خراسان شمالی سیل خسارات عمده‌ای به روستاهای بخش سرحد و بخش قوشخانه وارد کرده است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با تسلیت و همدردی با خانواده‌های داغدار و مصیبت دیده در استان‌های سیل زده از عموم هموطنان به ویژه مردم شریف استان‌های همجوار خواهان کمک رسانی و همیاری با آسیب دیدگان سیل و به خصوص سرپرستی کودکانی شد که خانه و خانواده خود را از دست دادند. حرکت‌های اعتراضی هموطنان محروم و زحمتکش علیه چپاول و ستم رژیم آخوندی همچنان ادامه دارد. کارگران گروه ملی فولاد ایران در نمایش جمعه رژیم در اهواز به پرداخت نشدن چند ماه حقوقشان اعتراض کردند. آنها با بلند کردن دست‌نوشته‌هایی اعتراض خود را به عدم رسیدگی کارگزاران رژیم به 2 هفته اعتراض و تجمع آنها در مقابل استانداری و فرمانداری و شعبه بانک مرکزی در این شهر اعلام کردند. در تجمع بعدی کارگران محروم گروه ملی فولاد به نشانه گرسنگی فرزندانشان در خیابان سفره خالی پهن کردند. همچنین کارگران قطار شهری اهواز، کارگران بولبرنگسازی تبریز، کارکنان آب فاضلاب روستاهای ایوان و کشاورزان استان قزوین به خاطر پایمال شدن حقوقشان توسط کارگزاران دیکتاتوری آخوندی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. ماموران جنایتکار خامنه‌ای یک کولبر زحمتکش دیگر را به قتل رساندند. این هموطن کرد روز جمعه در مرز اشنویه هدف گلوله ماموران نیروی انتظامی رژیم قرار گرفت. ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که رژیم آخوندی از روح توافق اتمی تبعیت نمی کند. دونالد ترامپ که پس از دیدار با مقام‌های امنیت ملی دولتش نیز در نیوجرسی به همراه وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و نماینده آمریکا در ملل متحد در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود گفت: Is Iran abiding by the nuclear agreement in your view? Well, we have some pretty strong opinions, but I would say that they are certainly not abiding by the spirit of the agreement, and I'd go for, you know, really a further step, but I would say that the spirit of the agreement Iran is not abiding by, absolutely. جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار داد فناوری موشکی و اتمی کره شمالی از ایران سر در خواهد آورد. جان بولتون در مصاحبه با برایت بارت گفت هر توانمندی که کره شمالی دارد رژیم ایران روز بعد آن را خواهد داشت. و افزود دونالد ترامپ باید بگوید ما از توافق اتمی بیرون بیاییم. او استدلال کرد آنچه شما در وزارت امور خارجه آمریکا نیاز دارید سازماندهی مجدد نیست. شما نیاز به یک انقلاب دارید. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که شرکت IPSA با پرداخت 200,599 دلار بابت نقض تحریم‌های رژیم موافقت کرده است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است شرکت IPSA قبول کرد که این مبلغ را به خاطر 72 مورد نقض تحریم‌ها، ارتباطات مالی و مقررات تعیین شده در رابطه با رژیم ایران بپردازد. به دنبال موضع‌گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تاکید وی بر اینکه رژیم ایران از روح توافق اتمی تبعیت نمی‌کند، جواد ظریف وزیر خارجه رژیم گفت ترامپ می‌خواهد ایران را مقصر نابودی برجام جلوه بدهد. جواد ظریف نوشت رئیس جمهور آمریکا همواره قصد نابودی برجام را داشته است. او تلاش دارد ایران را مقصر این کار نشان بدهد. این علاوه بر نقض روح و متن برجام توسط آمریکا نشانگر سوء نیت است. رئیس جمهور آمریکا در نیوجرسی گفته بود من فکر می‌کنم این توافق وحشتناک است، ولی آنها از این توافق تبعیت نمی‌کنند و قطعاً از روح توافق تبعیت نمی‌کنند. و به نظرم اگر تبعیت نکنند شما شاهد وقوع اتفاقات بسیار جدی خواهید بود. پاسدار حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان با طعنه به آخوند روحانی گفت تحریم‌های جدید آمریکا فرزند نامشروع مادر مذاکرات است و باید در انتظار صدها تحریم ریز و درشت دیگر باشیم. نماینده خامنه‌ای در کیهان افزود این روزها آمریکا و متحدانش
از ترفند معروف به غرق مصنوعی علیه نظام بهره میگیرند و این توهم را دامن میزنند که اگر خواستار لغو تحریم ها هستید باید به خواستهای آمریکا تن بدهید. در غیر این صورت باید برای غرق شدن آماده باشید. روزنامه سپاه پاسداران نیز درباره پیامدهای تحریم ها با نگرانی نوشت: نقطه هدف در طرح بازرسی از مراکز نظامی ایران از سوی آمریکایی ها زمین سازی برای خروج آنان از برجام با هزینه نظام است. این نقشه شیطانی نشان می‌دهد که اساساً باید باب هر نوع مذاکره با آنان را حفر قفله کرد. تجربه برجام نشان داد که در هیچ موضوع دیگری نباید با آمریکایی‌ها مذاکره کرد. یک رسانه دیگر باند خامنه‌ای پیش‌بینی کرد گام ضروری بعدی باید این باشد که سیاست آمریکا مبنی بر تغییر حکومت در ایران کاملا شفاف شود تا تهران و گروه‌های مرتبط با آن به روشنی بدانند که کاخ سفید به دنبال چیست. فضاحت تلاش‌های نمایندگان ارتجاء برای عکس گرفتن با موگرنی همچنان از موضوعات جدال باندهای حکومتی است. آخوند احمد جنتی رئیس خبرگان ارتجاء در جلسه کمیسیون تحقیق این مجلس در قم با حمله به باند رقیب گفت: عکسی بود که بعضی از نمایندگان در مراسم تحلیف از اون خانم گرفتن که همه را ناراحت کرده. یه خانمی که نه هیچ تالا خدمتی به جمهوری اسلامی کرده، نه کمکی به ما کرده، نه خودش، نه اتحادیش، ما به چه مناسی اینقدر اینا رو بخواییم بزرگشون بکنیم و سردست بشکنی برای اینکه باشون ازشون عکس بگیریم. آخوند اسدالله ایمانی امام جمعه خامنه‌ای در شیراز نیز گفت: در پایان مراسم روز تحلیف شاهد حادثه‌ای در مجلس بودیم که سرخط اخبار روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی شد. ای کاش این حادثه اتفاق نیفتاده بود. این نمایندگان می‌خواهند با چه کسی عکس بگیرند؟ آیا این عکس کجا به دردتان می‌خورد؟ در ایران، آن طرف آب یا در شب اول قبر؟ وی افسود: شما اگر می‌خواهید با موگرینی عکس بگیرید، بروید بیرون مجلس و با او عکس بگیرید، نه به عنوان نماینده در داخل مجلس. کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان ارتجاء با برملا کردن نگرانی های رژیم آخوندی از نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم گفت: انتخابات 96 از جهت نگرانی ها شبیه 88 بود و مناظره ها نیز در مایه های مناظرات 88 بود و ما نپسندیدیم. وی در مورد ثبت نام احمدی نژاد در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم گفت: در انتخابات در طریق الهام به احمدی نژاد پیغام دادیم که انصراف دهد. اکنون توجه شما را به گزارش دیگری از جنگ و جدال باندهای حکومتی و زهر شقه بر سر کابینه دوم آخوند روحانی جلب می‌کنیم. کشمکش بر سر وزیر زن و رو شدن عمق زن ستیزی آخوند روحانی. به دنبال فضاحت ترکیدن باتونک حقوق زنان و قول‌های آخوند روحانی در جریان نمایش انتخابات برای بهره‌گیری از توان زنان فرهیخته در کابینه، موج جدیدی از کشمکش بین باندهای موسوم به اصلاح طلب و اطرافیان آخوند روحانی در گرفته است. در جریان این کشمکش ها عمق زن ستیزی آخوند روحانی و شرکای سیاسیش برملا شده است. آنها به روش های معمول دجالگرانه خود توپ راه نیفتادن زنان رژیمی معتقد به ولایت فقیه به کابینه را در زمین خود زنان انداختند. یک روزنامه حکومتی از باند موسوم به اصلاح طلبان تحت عنوان شاید کدورت اصولگرایان دلیل عدم معرفی زن باشد، به نقل از صادق زیبا کلام نوشت: احتمال دارد خود روحانی بنابر مصالحی نخواسته است که وزیر زن در کابینه اش وجود داشته باشد، چرا که ممکن بود اسباب کدورت اصولگرایان و برخی دیگر را به وجود آورد. عده‌ای معتقدند خود روحانی یک اصولگرای محافظه‌کار است و اعتقادی به حضور زنان ندارد. عارف سرکرده باند موسوم به فراکسیون امید در مجلس ارتجاء توپ را در زمین خود زنان انداخت و از جمله گفت: برای رسیدن به جایگاه اصلی زنان باید تشکل‌های زنانه ایجاد شود. وی در مورد اینکه در کابینه آخوند روحانی زنی وجود ندارد افزود: این همه به خاطر دولت نیست،
باید بررسی شود ریشه کجاست. بخشی از مشکلات هم متوجه زنان است. شهیندخت ملاوردی که از روی صندلی معاون رئیس جمهور به صندلی دستیار در امور حقوق شهروندی جابجا شده نیز خود زنان و باورهای قالبی و سنتی را به جای خوی زن ستیزانه نظام ولایت فقیه مقصر خواند و گفت امروز ما شاهد هستیم که هنوز زنان نتوانستند به جایگاهی که باید و شاید دست پیدا کنند. زنان هرگز نتوانستند در جنبش ها به صورت واقعی حرکت کنند. تغییراتی که در سطح دانش و مهارت زنان به وجود آمده متاسفانه نتوانسته وضعیت زنان را بهبود بخشد و باورهای قالبی و سنتی اجازه نداده که نقش زنان پذیرفته شود. وی افزود ما بعضاً متهم می شویم که دنبال وکیل و وزیر شدن زنان هستیم. خیر، این چنین نیست. ملاوردی در پایان اظهاراتش بار دیگر همکاری شبکه‌ای در زنان را مقصر حذف زنان از کابینه خواند و گفت من شاهد هستم که تلاش‌های زیادی برای بکارگیری زنان انجام گرفت، اما چه کنیم که نشد و هنوز نقطه سر سطر هستیم. همکاری شبکه‌ای را بین مردان به خوبی مشاهده می‌کنیم که باید این ویژگی در زنان هم وجود داشته باشد. به ادامه خبرها توجه فرمایید. به گزارش العربیه تصاویری که از مراسم تحلیف حسن روحانی منتشر شده نشان می‌دهد محمد جعفری سهرآرودی از تروریست‌های شناخته شده رژیم ایران مدیریت مراسم تحلیف ریاست جمهوری روحانی را بر عهده داشته است. العربیه در این باره نوشت سهرآرودی مسئول گروه ترور دکتر قاسملو در سال 1368 در وین بود که در هنگام این ترور زخمی و دستگیر شد، اما بعد از مدتی با بندوبست حکومت ایران با مقامات اتریش آزاد شد، اما حکم جلب بین المللیش به خاطر مشارکت در یک عملیات تروریستی صادر شده است. کویت اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور 12 تن از اعضای یک گروه تروریستی مرتبط با رژیم ایران و حزب الله لبنان را دستگیر کردند. بر اساس بیانیه وزارت کشور کویت، دادگاه بدوی درباره هسته موسوم به العبدلی دستور بازداشت محکومان این پرونده را صادر کرد. در هسته العبدلی تعدادی از اتباع کویت و وابستگان به رژیم آخوندی عضویت داشتند که به دلیل جاسوسی تحت تعقیب بودند. و آخرین خبر این ساعت. یک قاضی شیلی 6 نفر را متهم به قتل رئیس جمهور سابق این کشور در دوران دیکتاتوری پینوشه کرد. خبرگزاری رویتر گزارش داد بنا به مدارک دادگاه قاضی آلخاندرو مادرید 6 نفر که یک مأمور اطلاعاتی هم در میان آنهاست متهم هستند ادواردو فریمونتالوا را در سال 1982 در یک کلینیک در سانتیاگو مسموم و به قتل رساندند. این جنایت به خواست آگوستینو پینوشه صورت گرفته است. تعدادی پزشک نیز متهم به همدستی در قتل و یا لاپوشانی این جنایت شدند. فریمونتالوا از سال 1964 تا 1970 رئیس جمهور شیلی بود. او بعد از کودتای 1973 که سالوادور آلنده را سرنگون ساخت، از این کودتا حمایت کرد، ولی بعداً روابطش با دیکتاتوری نظامی تیره شد و تبدیل به یکی از رهبران جنبش دموکراسی در شیلی گردید. کودتاچیان به رهبری پینوشه او را مسموم و به قتل رساندند. بینندگان گرامی، به پایان این بخش خبری سیمای آزادی تلویزیونی ملی ایران رسیدیم. تا بخش‌های بعدی اخبار شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همگی.